بینندگان ارجمند، دوستان نهایت گرامی، با سلام و درود یک بار دیگر در حضور شما هستیم و نگاه روز دوشنبه 30 عقرب سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 21 ماه نوامبر سال 2022 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم. طبق معمول در آغاز برنامه نگاه یا قطنه، بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان یا افغانستان دنلاید مطبوعات و پهنداره که تقدیم می شود که در بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان امروز تبصره هایی را برای شما گرد آورده ایم از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، نهاد سیگار یا مفتش عمومی ایالات متحده در امور افغانستان، تبصره جامعه و مبسوطه داریم از مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا، همچنان تبصره از نشریه اینترنتی دیلی او دی ان آی و تبصره از روزنامه دیلی سبا چاپ انقره، تبصره از ایشیا تایمز، واشنگتن پست، گاردین و روزنامه دان و بالاخره روزنامه 8 صبح چاپ کابل. فاکس نیوز در گزارش مبسوطی که به روز چهارشنبه 16 ماه نوامبر منتشر کرد، به نقل از رؤسای سازمان‌های امنیتی آمریکا گفت که شرایط بد انسانی در افغانستان و سلطه طالبان تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکاست. رؤسای اف بی آی، وزارت امنیت داخلی و دفتر مدیر اطلاعات ایالات متحده یعنی او دی ان آی ارزیابی تازه‌ای که به کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه امریکا ارائه شد، وضعیت 15 ماه اخیر در افغانستان پس از سقوط دولت جمهوری و سلطه طالبان را بررسی کردند. کریستیان ابزت، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم یا او دی ان آی به کمیته امنیت داخلی کانگرس گفت که افرادگرایی خشونت آمیز همچنان تهدید برای کشورهای غربی و به وخیمتر شدن شرایط انسانی در مناطق مانند افغانستان، سومالی و یمن کمک می کند. او هشدار داد حالا به نظر می رسد داعش در حال اجرای عملیات تروریستی در خارج از مرزهای افغانستان است. در گزارش کتبی ای بی زد که با کانگرس ایالات متحده ارائه شده هم آمده است، داعش خراسان امسال جا طلبی های خود در خارج از افغانستان را با چند حمله راکتی فرامرزی علیه تاجکستان و ازبکستان و یک توطئه خونسا شده در هند گسترش داد. با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگست سال 2021 میلادی، کشف جا طلبی های داعش برای حمله به غرب و احتمالاً آمریکا یک اولویت اطلاعاتی است. به گفته ابیزت، یک از شاخه های القاعده هم که در افغانستان حضور دارد، هرچند قدرت چندانی ندارد، اما در اندیشه حمله به منافع آمریکا است. اگرچه در حال حاضر چنین توانایی در این شاخه القاعده دیده نمی شود. در همین حال الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی امریکا، هم به کمیته نمایندگان کانگرس گفت که رهبران القاعده و داعش از حملات 11 سپتامبر 2001 به عنوان بزرگترین عملیات یاد میکنند و در تلاشند تروریست ها را به تکرار چنین حملات تشویق نمایند. در این حال کریستوفر رای، رئیس سازمان اف بی آی، هم به کمیته امنیت داخلی کانگرس گفته است که سازمان او در مورد تسلط طالبان بر افغانستان همچنان نگران است و خاطر نشان کرد که هدف سازمان‌های تروریستی خارجی مانند القاعده و داعش و وابستگان آنها در سراسر جهان اجرا یا الهام بخشیدن برای حملات گسترده علیه آمریکا و منافع این کشور است. نمایندگان جمهوری خواهی کانگرس که منتقد سیاست‌های جو بایدن در افغانستانند، او را به بی‌تفاوتی در قبال جان هزاران افغان متهم کردند که طی 20 سال حضور آمریکا در این کشور با آنان همکار بودند. فاکس نیوز از قول مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه
در ایالت تکساس نوشت که افغانستان در آینده یکی از نقاط تمرکز ما خواهد بود. جمهوری خواهان می خواهند سال آینده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جلسات متعدد دایر کنند. در یک سال اخیر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موضوع همیشگی نزاع جمهوری خواهان و دموکرات ها بوده است. اکثر جمهوری خواهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می گویند که همه نیروهای آمریکایی نباید از افغانستان خارج می شدند و بهتر بود تعداد از آنان در پایگاه نظامی بگرام می ماندند. البته تعداد از دموکرات ها نیز با این نظریه موافقند. اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا همچنان بر درست بودن تصمیمش تاکید دارد. بایدن معتقد است که اگر آمریکا از افغانستان خارج نمی شد مجبور بود سالیان طولانی در این کشور باقی بماند و نیروهای بیشتری را در این کشور از دست بدهد. با باور بایدن آمریکا می تواند از راه دور نیز وضعیت افغانستان را تحت نظر داشته باشد. او کشتن ایمانوئل زواهری در کابل را به عنوان نمونه اشراف اطلاعاتی آمریکا بر افغانستان مطرح می کند. فاکس نیوز اعلام می کند با این حال بسیاری از فرماندهان نظامی آمریکا از جمله رؤسای سازمانهای امنیتی نگرانند که گروههای تروریستی جهادی بتوانند مجدداً امنیت ملی آمریکا را به خطر بیاندازند و بار دیگر حملات شبیه 11 سپتامبر را در این کشور سازماندهی کنند. در این حال اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان یعنی سیگار خودکامگی اشرف غنی و حکومت داریش را با یک حلقه بسته از چهره‌های وفادار کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر و عدم باور سیاستمداران افغان برای خروج آمریکا را از دلایل سقوط کابل عنوان کرد. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار به تازگی از عوامل تاثیرگذار در سرنگونی دولت پیشین افغانستان پرده برداشته است. سیگار در رشته توییتر گفته است که فساد و خودکامگی اشرف غنی و حکومت داریش با یک حلقه بسته از چهره های وفادار کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر و عدم باور سیاستمداران افغان برای خروج آمریکا موجب سقوط کابل شد. به گفته سیگار دولت پیشین افغانستان با وجود موقعیت ضعیفش اصرار داشت که طالبان باید در جمهوریت ادغام شوند. اما طالبان حاضر به این سازش نبودند. سیگار می افزاید که حکومت غنی نمی پذیرفت که آمریکا قصد دارد از افغانستان خارج شود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست 2021 عوامل متعدد از سوی مقامات آمریکایی و حکومت پیشین افغانستان در رابطه با سقوط نظام مطرح شده است. قبل از این اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان توضیحاتی را در خصوص آخرین روز سقوط کابل ارائه کرد و در گفتگو با پی بی اس با بیان این که به دفاع از مردم افغانستان متحد بوده است گفت که به دنبال فروپاشی اردو در موقعیت نبودم که فدا کردن رئیس جمهور باعث حفظ نظام شود. بنابراین از افغانستان به زعم خودش خارج شدم. غنی ادامه داد در آخرین دقایق حضور در ارگ کابل مشاور امنیت ملی به من خبر داد که طالبان در نزدیکی ارگ رسیده و زمان چندانی برای تصمیم گیری وجود ندارد و بنابراین تصمیم به خروج گرفته شد. رئیس جمهور فراری افغانستان درباره سقوط پی در پی شهرهای افغانستان نیز گفت طالبان برای طولانی مدت بدون حمایت کشورهای همسایه قادر به فعالیت نبود و جانب دیگر افغانستان به مکان برای جنگ قدرت‌های بزرگ تبدیل شده بود. و توضیح داد اما مهمترین عاملی که باعث پیشرفت سریع طالبان شد عدم موضع‌گیری دیپلماتیک منسجم از سوی کشورهای جهان بود. و حالا تبصره‌ای داریم از ODNI رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم یا ODNI آمریکا به کمیته امنیت داخلی کانگرس گفته است افرادگرایی خشونت آمیز و تهدیدات علیه غرب در افغانستان، سومالی و یمن در حال افزایش است. تازه‌ترین مورد از این ابراز نگرانی
در نشست فرمت مسکو صورت گرفت. نشستی که شرکت کنندگان آن به طور سری خواستار قطع ارتباط طالبان با گروه های تروریستی و عمل به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم شدند. این نشان می دهد که منشأ اصلی این نگرانی ناتوانی طالبان در مبارزه با تروریسم نیست، بلکه مسئله جدیتر خطر حمایت پنهان طالبان از تروریسم است. به عنوان نمونه، القاعده هم یکی از گروه هایی است که در گزارش مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا به عنوان تهدید علیه امنیت ملی ایالات متحده ارزیابی شده و در مورد برنامه‌ریزی آن شبکه به منظور حمله بر منافع آمریکا از خاک افغانستان هشدار داده شده است. القاعده از متحدان نزدیک و سنتی طالبان محسوب می شود و بسیاری از رهبران طالبان و شبکه القاعده هنوز هم پیمان‌های تنگاتنگ با القاعده دارند. به رهبران و فرماندهان آنها در خاک کشور پناه دادند و تجربه، دانش و منابع مالی آنها برای تقویت خود استفاده می‌کنند. در مورد داعش اما وضعیت کاملا متفاوت است. آمریکا تنها از بزرگنمایی تهدید داعش بهره می‌گیرد تا منافع راهبردی خود را تامین نماید. بر بنیاد یک روایت، داعش خود ساخته دست امریکاست تا به نیابت از واشنگتن در کشورهای دیگر آشوب و بحران و ناامنی به وجود آورد و امریکا هم از وضعیت آشفته کشورهای هدف به نام مبارزه با داعش و تروریسم استفاده کند و سلطه خود را گسترش دهد. این برداشت درباره افغانستان هم صدق می کند، زیرا امریکا هیچگاه با داعش مبارزه نکرده و در حال حاضر نیز علی‌رغم گزمه های تیارات بی‌سرنشین امریکایی بر فراز افغانستان، مبارزه با داعش در دستور کار پرنده های مرگ امریکایی قرار ندارد. بنابراین گزارش مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا درباره آماده شدن داعش در جهت گسترش حملات خود به خارج از مرزهای افغانستان تنها یک هشدار نگران کننده نیست، بلکه فراتر از آن یک برنامه مدون و منظم است تا این پروژه به سرانجام برسد. به بیان بهتر، همان گونه که کشورهای هدف مانند روسیه و همپیمانان آن در آسیای مرکزی هم می دانند، هدف از گسترش فعالیت داعش در افغانستان و جابجایی نیروهای آن در نوار شمالی کشور گسترش ناامنی به آسیای مرکزی است و دست امریکا قویاً در عقب این پروژه کار می کند. با توجه به این واقعیت، داعش حالا از نظر امریکا برای صادرات آماده شده و گام بعدی آن گسترش ناامنی و فعالیت‌های تروریستی ناشی از حضور داعش در کشورهای آسیای مرکزی و در نهایت روسیه و چین و ایران و هند است. در صورتی که این برداشت درست باشد، کار روسیه و سایر اعضای فرمت مسکو در جهت مقابله با تهدیدهای تروریستی از مبدا افغانستان به مراتب مشکلتر می شود، زیرا طالبان هم در این زمینه مجبورند برای کسب امتیاز و ماندن در قدرت بر مبنای قواعد امریکا بازی کنند و به داعش امکان دهند که از افغانستان به عنوان یک سکوی پرش به آسیای مرکزی و سایر کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند. در این حال تبصره داریم از روزنامه ایشیا تایمز. روزنامه ایشیا تایمز مطلبی را نشر کرده که عنوانش است جهان برای جلوگیری از تخطی‌های حقوق بشری برای افغان‌ها اقدام نکرده است. روزنامه عکس چند زن چادری پوچ افغان را نیز نشر کرده. در مطلب می‌خوانیم که طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان به نقص سیستماتیک حقوق اساسی مردم در این کشور ادامه دادند. روزنامه در بخش اصل مطلب به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره اجرای حدود و قصاص اشاره می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اوایل هفته گذشته در توییتر خود نوشت که آخوندزاده در دیدار با قاضیان طالبان گفته است دوسیه هایی که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، قاضیان مکلف هستند که در آن حدود و قصاص را عملی نمایند. ایشیا تایمز علاوه می کند که این اقدام گامی به سوی نقض حقوق بشری کسانی پنداشته می شود که
تحت تعقیب طالبان قرار دارند. روزنامه میگوید که طالبان در آغاز تعهد کرده بودند که موضع نرم اختیار میکنند و اقدامات دوره اول حاکمیتشان در دهه 1990 را تکرار نخواهند کرد. اما در مطلب آمده است که طالبان بعد از بازگشت به قدرت در آگوست سال گذشته به تدریج به حالت سابق برمیگردند. ایشا تایمز در این مطلب انتقادی در مورد طالبان به سانسور رسانه ها، بازداشت و تهدید خبرنگاران و توقیف برخی از فعالان زن در افغانستان اشاره کرده است. در این حال روزنامه واشنگتن پوست نیز در مطلب به دستور اخیر رهبر طالبان پرداخته. روزنامه به نقل از سخنگوی حکومت طالبان می نویسد که طالبان قوانین شرعی را حالا نه بلکه از روز اول بازگشتشان به قدرت در بیش از یک سال گذشته عملی کردند. روزنامه در ادامه به شلاق زدن یک دختر و پسر در بامیان اشاره می کند. به اساس گزارش ها طالبان این دو تن را به اتهام داشتن رابطه عاشقانه دستگیر کردند و روز پنجشنبه در محضر عام 39 دره زدند. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. در این حال روزنامه گاردین چاپ لندن در مطلبی که در آن به مسئله خروج نیروهای بین‌المللی پرداخته شده بخشی از انتقاداتی را که متوجه دامینیک راب معاون صدراعظم بریتانیا می شود برجسته ساخته است. راب در ماه آگوست سال 2021 زمانی که طالبان قدرت را تصاحب کردند با مقامات وزارت خارجه بریتانیا روی برنامه تخلیه از افغانستان جنجال کرده بود. بر اساس آنچه روزنامه گاردین انعکاس داده ادعا شده است که دامینیک راب در مورد برنامه تخلیه از افغانستان صرف با تعداد انگشت شماری از مقامات وزارت خارجه بریتانیا و آن هم در آخرین مرحله تخلیه مشوره کرده بود. گاردین به نقل از برخی منابع می نویسد دامینیک راب بس در مورد چگونگی خروج از افغانستان را زیادی وقت می دانست. به همین دلیل از مشوره با تعدادی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا ابا ورزیده بود. اما همین موضوع باعث شد که تعدادی از مقامات در دو وزارت ظاهراً به دلیل بیماری رخصتی بگیرند. حالا به تازگی ادعا شده است که عملکرد معاون صدراعظم بریتانیا در زمان تسلط طالبان در افغانستان بر زمینه بیرون کشیدن قوای بریتانوی از آن کشور پرمصرف بوده و این مصرف تأثیرات دوامدار خواهد داشت. پس از خروج نیروهای بریتانوی از افغانستان را به عنوان وزیر مالی بریتانیا توظیف شد. در همان جریان انتقادهای زیادی بر وزیر خارجه بریتانیا متوجه بود که وی در زمان خروج نیروهای بریتانوی از افغانستان به رخصتی رفته بود. روزنامه دان چاپ پاکستان در مطلب می نویسد که دولت مداران پاکستانی کم کم لحن انتقادی خود را در برابر گروه طالبان که حالا قدرت در افغانستان را به دست دارند تندتر می کنند. مقامات پاکستانی از گسترش تروریسم در افغانستان به تندی انتقاد می کنند و حتی می گویند صبر جهان در مقابل طالبان به پایان رسیده است. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان باز هم مقاله دیگری را به روز یکشنبه 29 ماه عقرب به نشر رسانده که بخشی از سخنرانی منیر اکرم سفیر و نماینده کشور پاکستان در سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را بازتاب داده است. منیر اکرم در این سخنرانی گفت دولت پاکستان با نگرانی به گسترش افرادگرایی و رشد گروه های تروریستی در افغانستان می نگرد. او افزود ما همچنان با حملات تحریک طالبان پاکستان از آن سوی مرزها روبرو هستیم که منابع دیگر از آنها حمایت می کنند. به گفته منیر اکرم تهدید واقعی از سوی گروه شبه نظامیان دولت اسلامی و تحریک طالبان پاکستان است. و همچنان این بخش از گفته هایش را این طور ادامه داد: ما هنوز در مواجهه با آنها مشکل داریم، زیرا عوامل دیگری نیز در این کار نقش دارند و ما می دانیم که آنها چیستند و کیستند. سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد همچنان گفت که در مسئله نقص حقوق زنان و دختران در افغانستان و به انزوا کشاندن آنان در این کشور پاکستان نیز با جامعه جهانی هم نوا می باشد. پیش از سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد وزیر خارجه پاکستان نیز به تندی
به گروه طالبان تاخته بود. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری به روز جمعه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت پاکستان دولت طالبان افغانستان را بدون اجماع جهانی به رسمیت نخواهد شناخت و هشدار داد که صبر جهان در برابر این گروه اسلامگرا رو به کاهش است. او گفت تا آنجا که به موضوع به رسمیت شناختن آنها مربوط شود، پاکستان مایل به برخورد انفرادی نیست و ترجیح می دهد این روند را با یک اجماع بین المللی دنبال کند. زرداری از حاکمان اسلامگرای طالبان در کابل خواست تا به تعهدات کلی خود به افغانها و جهان مبنی بر مبارزه با تروریسم بین المللی و احترام به حقوق بشر همه افغانها از جمله دسترسی زنان و آموزش عمل کنند. او افزود که این امر پاکستان را در موقعیت بهتری برای جلب حمایت و کمک به مردم افغانستان قرار می دهد. زرداری هشدار داد صبر جهان در برابر طالبان رو به اتمام است، اما با وجود این مشکلات او افزود که پاکستان بر حفظ تعامل با افغانستان تاکید می ورزد و معتقد است که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند. او درخواست های بین المللی از طالبان برای پیشرفت عملی در ممانعت از تهدید گروه های تروریستی بین المللی برای پاکستان و سایر کشورها از پناهگاه های افغانستان حمایت کرد. دوستان ارجمند هموطنان گرامی، در این بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان تبصره مبسوطی داریم از آژانس خبرگزاری جمهور. جمهور در تبصره مبسوط خود می نویسد مقامات دولت هند در سومین نشست مبارزه با تامین مالی تروریسم گفتند که افغانستان یک مشکل جدی برای کشورهای منطقه می باشد. این نشست که تقریبا دو روز را در بر گرفت با حضور نمایندگان 450 نماینده از 75 کشور و سازمان بین المللی به جز افغانستان، پاکستان و چین برگزار شده است. امیت شاه وزیر تعاون دولت هند روز جمعه 27 ماه عقرب در این نشست گفت با تسلط طالبان وضعیت در افغانستان تغییر کرده است. او اعلام کرد نفوذ فزاینده القاعده و داعش مشکل بزرگی را برای امنیت منطقه ایجاد نموده است. با گفته او در کنار القاعده سازمان‌های در جنوب آسیا مانند لشکر طیبه و جیش محمد به گسترش تروریسم دامن می‌زنند. او تأکید ورزید که ما هرگز نباید پناهگاه‌های امن تروریستا یا منابع آنها را نادیده بگیریم. گفته می‌شود که نماینده‌های پاکستان و طالبان در این نشست که دو روز را در بر گرفت دعوت نشدند و چین با آن که دعوت شده ولی نماینده‌ای در این نشست اعزام نکرده است. اقدام هند در میزبانی این نشست در حال صورت می‌گیرد که سه روز پیش نیز نماینده هند در نشست فرمت مسکو به میزبانی روسیه شرکت کرد و در آن در مورد پیامدهای توسعه تروریسم در افغانستان زیر سلطه طالبان برای کل منطقه هشدار داد. هند همچنان در کنار روسیه و ایران در یک نشست سه جانبه در حاشیه نشست مسکو حضور یافت تا در مورد وضعیت حاکم بر افغانستان و خطر توسعه تروریسم در منطقه گفتگو کند. این همه علی‌رغم از سرگیری روابط سیاسی و تجاری هند با طالبان در سطح پایین صورت می‌گیرد و به معنای آن است که دهلی نو به شدت نگران وضعیت افغانستان می‌باشد و از این نکته حراس دارد که تداوم حاکمیت طالبان تروریسم منطقه‌ای را تقویت کند و اسلامگرایان مورد حمایت پاکستان تحت تاثیر تبلیغات طالبان و با تحریک و حمایت رژیم اسلام آباد به شورش، ناامنی و جنگ در مناطق تحت کنترل هند و به ویژه در کشمیر دامن بزنند. پس از تسلط طالبان، هند به وضاحت در محور بسیاری از تلاش‌ها، نشست‌ها و مشوره‌ها در مورد پیامدهای توسعه تروریسم در منطقه قرار داشت و این امر این گمانه را تقویت کرده است که دهلی نو مایل است رهبری یک ابتکار منطقه‌ای به منظور مقابله با تروریسم را به عهده بگیرد یا قدرت‌های دیگر را در مورد خطرات
ادامه سلطه طالبان بر افغانستان آگاه سازد تا این تلاش ها در نهایت به تشکیل یک محور منطقه‌ای قدرتمند برای مقابله مشترک با تروریسم و حفاظت از منافع راهبردی کشورهای همسو منجر شود. کارشناسان مسائل منطقه‌ای نیز باور دارند که هند و همه کشورهایی که به نحوی در معرض تهدیدات تروریسم از مبدأ افغانستان قرار دارند، پس از قمار فاجعه بار امریکا با طالبان این تهدیدات را به گونه ملموس‌تر احساس می‌کنند. بنابراین در شرایطی که یک ائتلاف بزرگ بین‌المللی در جهت مقابله مشترک با تروریسم وجود ندارد، مایلند خود دست به ابتکارات بزنند که این خلأ را پر کنند و اجازه ندهند که امنیت منطقه دست ابزار بازی‌های پیدا و پنهان رژیم اسلام آباد و سایر رژیم‌های حامی تروریسم و گروه‌های تروریستی و نیابتی آنها شود. نشست سه جانبه اخیر روسیه، هند و ایران در مسکو نیز این برداشت را تقویت می‌کند که کشورهای یاد شده نگرانی‌های مشترک در مورد خطر توسعه تروریسم از افغانستان زیر سلطه طالبان به کل منطقه دارند. بنابراین با راه اندازی مشوره های اولیه احتمالاً طرح تشکیل یک ائتلاف امنیتی را می‌ریزند تا در غیاب یک ائتلاف نیرومند جهانی مسئولیت مواجهه با تروریسم و رژیم حامی آنها را در افغانستان به عهده بگیرد. با توجه به این تدابیر و تحرکات، طالبان هم نمی‌توانند تنها بر زد و بندهای پنهانی خود با آمریکا تکیه کنند و با تکرار ترجیح بند عدم حمله از خاک افغانستان بر کشورهای دیگر اعتماد و اطمینان کشورهای قربانی تروریسم تکفیری را به دست آورند. رژیم کابل یا باید ارتباطات گسترده و سنتی خود با تروریسم را قطع کنند و به نگرانی‌های فزاینده همسایگان و منطقه در مورد رشد تروریسم در افغانستان پاسخ اطمینان بخش و عملی بدهند و یا هزینه‌های ویرانگر ناشی از عملگرایی کشورهای در معرض خطر تروریسم را بپذیرند و برای شرایط دشوار ناشی از تمهیدات پیشگیرانه این کشورها به منظور مهار تروریسم در مبدأ آماده شوند. روزنامه هشت صبح در تازه‌ترین تبصره خود مقاله مبسوطی را به نشر رسانده در مورد بازی با دین. بازی با دین و استفاده ابزاری از آن در جهت فریب عوام هم در تاریخ اسلام و هم در تاریخ سایر ملت‌ها تاریخچه دراز دارد. نخستین و مشهورترین شاگردان تاریخی در این زمینه بر سر نیزه کردن قرآن در عصر صحابه بود که یکی از طرف‌ها در جنگ به نام صفین برای اختلاف انداختن طرف‌های مقابل به کار برد و بسیار مؤثر واقع شد. در ادوار بعدی نیز شاگردهای مشابه از سوی برخی از خلفا و سلاطین به کار رفت. در عصر حاضر نیز در محیط ما گروه‌های مختلف دین را ابزار استفاده سیاسی کردند. اما طالبان در این زمینه از دیگران گوی سبقت را ربوده و همه امکانات استفاده سیاسی و دنیوی از دین را بدون هیچ حد و مرز به کار گرفتند. در آخرین اقدام این گروه به خطبا دستور داده شده است تا نام امیرالمومنین طالبان را در پایان خطبه های نماز ذکر کنند. در نوبت نخست حاکمیت این گروه نیز چنین فرمانی صادر شده بود و آن تعداد از خطبایی که به دلیل شرعی از این عمل سرباز می زدن مجازات و از امامت و خطابت برکنار می شدن. ذکر نام حاکم، چه اسمش خلیفه و امیرالمومنین باشد و چه سلطان و پادشاه، در خطبه های نمازهای جمعه و عید که بخشی از مناسک عبادی است هیچ اصل و ریشه‌ای در دین مقدس اسلام ندارد و از بدعت‌های آشکار است که به وضاحت برای اهداف دنیوی پدید آمده است. در خطبه های نماز جمعه در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین نیز ایجگاه چنین کاری نشد و کسی اجازه نداشت دست به چنین کاری بزند. اولین باری که خطبه های جمعه به شکل سیاسی مورد استفاده قرار گرفت
در آغاز حکومت اموی ها بود که لن و نفرین فرستادن به حضرت علی را در خطبه های جمعه باب کردن. معلوم نیست که آیا این کار به زمان معاویه و به فرمان او صورت گرفته است یا بعداً، اما سیوطی نقل میکند که این امر در زمان امویان رایج بود تا آنکه عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید و این بدعت را دور ساخت. او فرمان داد در پایان خطبه در همان بخشی که نفرین به علی فرستاده میشد آیه 90 سوره نخل را بخوانند که توصیه به عدالت و محاسن اخلاق داشت. پس از توقف این عمل در ادوار بعدی خلفای عباسی فرمان دادند که نام آنان در خطبه های جمعه ذکر شود. این عمل بخشی از دستگاه تبلیغاتی خلافت بود که به لحاظ نمادین یا سمبولیک مرجعیت دینی و سیاسی اعلی را در انحصار خلیفه قرار میداد. با چنین دلالتی بود که هرگاه روابط حکومت های محلی با دستگاه خلافت تیره میشد و میخواستند خود را از فرمانبری آنها برهانند، نام خلفا را از خطبه های جمعه میانداختند. چنان که در منطقه ما نخستین بار طاهر فوشنجی نام خلیفه عباسی را از خطبه های نماز جمعه انداخت تا استقلال خراسان از حاکمیت عباسیان به نمایش گذاشته شود. پرسش از مشروعیت دینی نام بردن از خلفا در خطبه های جمعه همیشه در میان فقها مطرح بوده است. از آن جمله سلطان العلماء عزیز الدین ابن عبدالاسلام 660 هجری یکی از فقیه های مشهور سده های میانه و صاحب نظران مبعث بدعت و سنت در این باره به صراحت فتوا داد که ذکر نام خلفا و سلاطین بدعت ناپسند است. حکم شرعی این موضوع واضح است و این کار همچنان بدعت باقی خواهد ماند. اشتصاب در مقاله مبسوط خود علاوه می کند چنین بدعتی در افغانستان گام سمبولیک دیگر برای تحکیم استبداد دینی در کشور است. و حالا به تبصره جالب از روزنامه ترکیه دیلی سبا توجه فرمایید. ترکیه از امریکا در حکم طولانی ترین زندان پیشی گرفت. محکمه در شهر استانبول عدنان اوکتار یا هارون یحیی را به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از جمله زنبارگی های فراوان، تجاوز های جنسی بر دختران پایین تر از 18 سال، آدم ربایی ها و غیره جنایات به 8658 سال زندان محکوم کرد. هارون یحیی در محکمه گفته بود که 1000 دوست دختر دارد. ماموران پلیس ترکیه حدود 70000 قرص ضد بارداری در منزل عدنان اوکتار را کشف و ضبط کردند. گفته می شود که هارون یحیی تا قبل از افشا شدن رسوایی های جنسی و غیره خلاف رفتاری هایش به یک نویسنده و دعوتگر اسلامی معروف و مشهور بود و تا حال در حدود 300 جلد کتاب در زمینه خداشناسی یا توحید، اعجاز علمی قرآن کریم و نقد نظریات دارونیزم، کمونیزم به نام های هارون یحیی به چاپ رسیده است که اغلب آثار ملی او به زبان های زنده جهان از جمله فارسی، عربی و انگلیسی ترجمه شده و از محتویات کتاب های او نیز مستندات رسانه و فیلم های با کیفیت بسیار بالا تهیه شده است. شخصی که 300 جلد کتاب در ارتباط به دین، مذهب و قرآن می نویسد و به نام خود ثبت می کند، در نهایت مجموع عملکردهایش ضد آنچه بر دیگران توصیه داشته است عمل می نماید. از این خیانتهایش چنین نتیجه به دست می آید که او در راهی که خود انتخاب نموده بود باور و عقیده نداشت. انسان هم آرزوست، اما شماری را عقیده بران است که کتابهای عدنان اوکتار سرقت ادبی یا علمی است و کار و تحقیقات دیگران را به نام خود ثبت و نشر کرده است. و اما صحبت یا موضوع امروز که به عنوان یا به مثابه تبصره امروز خدمت شما تقدیم می‌گردد، خلیلزاد و مسئله افغانستان. اولویت منافع آمریکا بر منافع مردم افغانستان
نام مقاله است در مورد زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان که به تازگی در مصاحبه گفته است که وضعیت فعلی افغانستان هرچند برای مردم این کشور دشوار است اما به نفع آمریکا تمام شده است. با گزارش تلویزیون کردستان آقای خلیلزاد میگوید که دلیل این که وضعیت فعلی افغانستان به خیر آمریکاست این است که پس از سقوط دولت پیشین افغانستان آمریکا توانست پای خود را از جنگ افغانستان خارج کند. خلیلزاد این اظهارات را در حال مطرح می کند که بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان یعنی سیگار در تازه ترین گزارش خود امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان را یک از دلایل عمده سقوط نظام جمهوری در افغانستان دانسته است. نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگو با تلویزیون 24 کردستان درباره اوضاع افغانستان پرداخته است. اوضاع البته که برای ایالات متحده خوب است که به نوعی از جنگ خارج شده است، اما برای افغانان اوضاع دشوار و بد است. مردم از محرومیت‌های اقتصادی رنج می‌برند. زلمه خلیلزاد بر آموزش دختران در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد. از نظر روابط جهانی و از نظر ثبات، دولت باید به مردم گوش دهد و به خواستهایشان پاسخ دهد. به گونه مثال درباره آموزش، مردم می‌خواهند دخترانشان به مکتب بروند و باید طالبان به این خواست مردم پاسخ دهند. از سوی دیگر شماری از آگاهان مسائل سیاسی خواستهای جامعه جهانی و شهروندان کشور را برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مهم می دانند. طالبان باید است که به سطح بالا مذاکرات شروع کنند با اقشار دیگر افغانستان. در صورت مسئله شناسایی با باز کردن مکاتب دخترها حل می شه. بانک جهانی در تازه ترین گزارشش درباره اوضاع اقتصادی افغانستان نوشته است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال روان میلادی کاهش خواهد یافت. زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان رهبری هیئت مذاکره کننده آن کشور با طالبان را به عهده داشت و توافقنامه دوحه به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا توسط او امضا شد. او در دهه جنگ یعنی در دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان نقش عمده داشت و یک از بازیگران اصلی این جنگ بوده است و در نقش‌های مختلف در این میدان ظاهر شده است. او پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 میلادی و پس از کنفرانس بن به عنوان فرستاده ویژه آمریکا و بعداً سفیر آن کشور در افغانستان گماشته شد و نقش عمده‌ای در تعیین سیاست ایالات متحده آمریکا در تبانی با حامد کرزی و سمت و سودهی سیاست دولت حامد کرزی داشت. او در سپتامبر 2018 میلادی از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به عنوان نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان تعیین شد و تا اکتبر سال 2021 این مسئولیت را به عهده داشت. زلمه خلیلزاد زاده شهر مزار شریف در شمال افغانستان و از ناقلین پشتون است که با ریشه تباری از ولایت ننگرهار به ولایت بلخ کوچانده شده است. گفته می شود که او به قوم نورزی در ولایت لغمان در شرق افغانستان تعلق دارد. اما او پس از آن که در زمان جنگ شوروی سابق در افغانستان به وزارت خارجه آمریکا راه یافت، یکسره منافع آمریکا را بر منافع مردم افغانستان اولویت داده است. او طراح اصلی روند صلح دوحه است و برای این که بتواند با طالبان در دوحه به توافق برسد، تلاش نمود که حکومت اشرف غنی را به حاشیه براند و اجماع سیاسی افغانستان را از بین ببرد. خلیلزاد با همکاری و همفکری حامد کرزی حلقات مختلف از سیاستمداران را ایجاد کردند که با سیاست حکومت اشرف غنی در مورد صلح افغانستان مخالف بودند و هر روز در یک گوشه با مقامات طالبان دیدار می کردند. او در نتیجه این تلاش‌ها توانست با طالبان به توافق برسد، زمینه خروج آمریکا را از افغانستان فراهم کند
و طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان را پایان بخشد و به گفته خودش به خیر امریکا کار کند. اما بهای سیاست او و تلاش‌های او به نفع امریکا را مردم افغانستان پرداخت و گروه تروریستی با همکاری خلیزاد دوباره سرنوشت مردم افغانستان را در دست گرفت و حالا نیز با زور و نوک و تفنگ بر مردم بیچاره و مردم فقیر افغانستان حکومت می کنند. او به حد یک جانبه به نفع امریکا و طالبان تلاش کرد که بارها در جلسات رسمی با مقامات دولت افغانستان اعلام کرده بود که مسائل چون حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و حقوق زنان برای امریکا هیچ اهمیت و ارزش ندارد و آنها حالا به هر نحو می خواهند با طالبان به توافق برسند و از افغانستان خارج شوند. باور همه آگاهان سیاسی و مقامات دولت سابق افغانستان این است که خلیزاد و طالبان برای سقوط دادن نظام جمهوری در افغانستان و تسلیم دهی قدرت به گروه طالبان تبانی کرده بودند و به همین دلیل او از انتشار زمایم توافقنامه دوحه تا حال جلوگیری نموده است. دومین ویژگی سیاست خلیزاد در قبال افغانستان تبارگرایی و تفرقه اندازی است. او به صورت آشکار به نفع یک تبار و با استفاده از سایر تبارها و گروه های قومی در 20 سال اخیر تلاش کرد و با بازگشت طالبان به قدرت استراتژی تبارگرایانه او به خوبی به سرانجام رسید. او در کتاب خاطرات خود فرستاده نوشته است که چگونه از فشار سیاسی و امکاناتی که امریکا در اختیار او قرار داده بود به نفع حکومت حامد کرزی استفاده نموده است و سیاست مداران سایر اقوام افغانستان را با تهدید، تطمیع و ارعاب مجبور به حمایت از کرزی کرده است. ویژگی دیگر سیاست خلیزاد در افغانستان تفرقه های قومی بود و به صورت خاص اقوام غیر پشتون را هدف قرار داده بود. او مانع قدرت گرفتن رهبران سیاسی غیر پشتون در افغانستان شده است و حتی برای منزوی کردن آنها و بدنام ساختن آنها دست به تلاش های نظامی زده و از قدرت نظامی امریکا استفاده نموده است. برایند 20 سال حضور خلیزاد در صحنه سیاسی افغانستان و مدیریت سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان چیز جز گسترش فقر، بی‌ثباتی و ناامنی نبوده است. علاوه بر این، در پی این سیاست ها میلیون ها نفر از مردم افغانستان آواره شدند. میلیون ها نفر دیگر حالا در این کشور مجبور هستند در زیر سلطه یک گروه تروریستی زندگی کنند و جان آنها هر لحظه در خطر باشد. او 20 سال به نفع امریکا تلاش کرد، اما 20 سال به زادگاه و سرزمین مادری خود خیانت نمود. از تمام توان خود برای نابودی آن کار گرفت. شاید یگانه ترین نمونه در تاریخ جهان باشد. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، و در اینجا می رسیم به پایان نگاه امروز. تا برنامه بعدی همه شما را به خدا سپرده، لحظات خوش و آرامی را برایتان آرزو می کنیم. میدان تو واسه این افتخار جان من و جان تو. ای وطن، ای وطن، گلشن خواهر زمین، ای وطن، ای وطن، مادر مرگ آفرین، ای وطن، ای وطن، گلشن خواهر زمین، ای وطن، ای وطن، مادر مرگ آفرین، ای وطن.
خورا داد جگو غرو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن داد آزادی خورا داد جگو غرو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن وطن عشق تو افتخارم وطن در راحت جان سارم وطن خاک پاک که بهشتم وطن گل خانه لاله زارم وطن عشق تو افتخارم وطن در راحت جان سارم کشور ما ای دشمنان محال است ای دشمنان محال است ای دشمنان محال است این آرزوی ناپاک چون خواب و چون خیال است چون خواب و چون خیال است چون خواب و چون خیال است این بیشه شیران است این جای دل ایران است این بیشه شیران است این جای دل ایران است تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است دا وطن دې ځان زموږ دا وطن ایمان زموږ دا وطن دې ځان زموږ دا وطن ایمان زموږ وای په خاپور کې دا سم شومان دا مو د دادا وطن دا مو د بابا وطن پامون باندې دې راندې دا افغانستان پامون باندې دې راندې دا افغانستان دا افغانستان